نتایج تحقیقات مجله پزشکی نیو انگلند که این هفته منتشر شده نشان می‌دهد که تقریباً یک سوم از جمعیت جهان یا اضافه وزن دارند یا از چاقی مفرط رنج می‌برند. در مورد مشکلات اضافه وزن دوران کودکی، ایالات متحده آمریکا در بالای فهرست کشورهای جهان قرار دارد. 13% از کودکان آمریکایی در رده چاقی مفرط قرار دارند. شهر سیاتل در ایالت واشنگتن در نظر دارد با این موزل مقابله کند. توجه شما را به گزارشی در این باره جلب می‌کنم. شورای شهر سیاتل ایالت واشنگتن با 7 رأی موافق در برابر 1 رأی مخالف قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن برای هر 30 میلی لیتر نوشیدنی شیرین 1.75 دلار مالیات اضافه خواهد شد. این مالیات شامل کوکاکولا، پپسی، نوشیدنی‌های ورزشی، نوشیدنی‌های انرژیزا و تقریباً همه نوشیدنی‌ها به جز نوشیدنی‌های رژیمی است. صاحبان کسب و کار افزایش مالیات را مخرب می‌دانند. مالیات پشت مالیات درآمد ما را نصف می‌کنه. صاحبان کسب و کار کوچک از این اقدام جون سالم به در نمی‌برند. طرفداران این طرح می‌گویند واضح است که مشکلی وجود دارد. بقیده آنها اخبار این هفته درباره اضافه وزن 1/3 جمعیت جهان و چاقی 13% از کودکان آمریکایی افزایش مالیات را توجیه می‌کنند. اسنادی که مقامات بهداشت عمومی ارائه دادن نشون میده که این نوشیدنی‌های شیرین کشندن. بنابراین افزایش مالیات به منظور کاهش مصرف در اصل یک سیاست وزین عمومیه. تازه برخی از دکترها معتقدن افزایش مالیات کافی نیست. نوشیدنی‌های شیرین برای کودکان محصول مضریه. ما می‌خوایم بچه‌ها اصلاً از این نوشیدنی‌ها نخورن. قرار است بخشی از پولی که توسط افزایش مالیات به دست می‌آید برای کمک به دسترسی کودکان به غذای سالم مورد استفاده قرار گیرد. این تلاش در پی کاهش چاقی در سراسر جهان است که به گفته مقامات بهداشت عمومی همه‌گیر شده است.